میشم؟ دارم پخش میشم؟ آه خدای من. با سلام، با شما هستیم از سرویس خبری زومجی. به خبری که هم اکنون به دست ما رسیده توجه کنید. زومجی چی ها دوبلور شدند. تکرار میکنم، زومجی چی ها دوبلور شدند. بیاین فرض کنیم که شما انیمیشن رنگا رو ساختین و میخواین توش از چهره های معروف استفاده کنید که فروش فیلمتون تضمین بشه. مثلا جانی دپ. جانی دپ رو بیارین جلو دوربین که نقش آفتاب پرست رو بازی کنه، ولی خب نمیشه. اصلا جلو دوربین وجود نداره چون انیمیشنه. پس چیکار میشه کرد؟ از صدای جانی دپ میتونیم استفاده کنیم که به جای اون آفتاب پرست حرف بزنه، در واقع صدا پیشگی کنه. البته اینو تو پرانتز بگم، با توجه به شناختی که ما از جانی دپ داریم میدونیم که اون جلوی دوربین آفتاب پرست هم میتونه بشه. میدونستین که هنرمندای مشهوری مثل مارتین اسکورسیزی، رابرت دنیرو، رابین ویلیامز، اسکارلت جوهانسون، بهرام رادان، مهران مدیری و خیلی های دیگه؟ خب حالا تجربه صدا پیشگی انیمیشن رو دارن و جای یه سری کاراکترهای محبوب صحبت کردن. توی این ویدیو قراره چند تا از سلبریتی های معروفی رو معرفی کنیم که توی انیمیشن های مختلف صدا پیشگی کردن و با تحسین منتقدا و تماشاگرها مواجه شدن. همراهمون باشین. به عقیده بسیاری کار صدا پیشگی انیمیشن بسیار کار سخت و حساسیه. دلیلش هم اینه که شخصی که صدا پیشگی یک کاراکتر رو بر عهده میگیره باید کاری کنه که شخصیت توی نگاه بیننده شخصیت زنده و واقعی به چشم بیاد. برای این کار معمولاً یه سری صدا پیشه تربیت میشن تا به طور تخصصی به این کار بپردازن. اما این روزا شاهد حضور بازیگرای سرشناس هم توی عرصه صدا پیشگی هستیم. جدای از خود تواناییشون توی این زمینه، اسم و شهرتشون هم باعث میشه که مخاطبا رو برای تماشای انیمیشن بکشونه به سینما. حالا وقتی حرف از صدا پیشگی یه بازیگر معروف توی انیمیشن میشه، ناخودآگاه ذهنمون میره به سمت سری توی استوری و تام هنگس. هنگ صدای وودی، کابای محبوب مجموعه داستان اسباب بازی رو اجرا میکنه و سهم زیادی توی موفقیت این انیمیشن ها و حتی خود پیکسار هم داشته. هنگ توی تمامی قسمت های انیمیشن توی استوری صدا پیشگی وودی رو انجام داده و در کنار تیم آلن صدا پیشه باز لایتیر به عنوان جذاب ترین صدا پیشگی های تاریخ انیمیشن یاد میشن. But he gave us to Bonnie. She's this... You have a little girl? No way. Yeah, it's why I'm out here. عملکرد تام هنگس یه جورایی باعث شد تا پیکسار توی بیشتر انیمیشن های خودش سراغ هنرپیشه های برجسته ای بره که احساس میکنه صدا پیشه خوبی هم هستن، مثل جیمی فاکس توی انیمیشن سول یا درخشش جان گودمن و بلی کریستال توی مانسترز اینکورپوریشن. You ain't from round here, are you? It's certainly nothing I've ever done before anywhere. This I've ever done before. گوربر بینسکی بعد از سگانه دزدان دریای کارائیب به سراغ کارگردانی انیمیشن رنگو رفت و بدون شک بخش زیادی از موفقیت این انیمیشن رو باید به پای عملکرد بسیار درخشان جانی دپ بنویسیم که صدا پیشگی رنگو رو انجام داده بود. انیمیشن رنگو هم جایزه اسکار بهترین انیمیشن رو گرفت و هم به عنوان یکی از بهترین انیمیشن های یاد میشه که متعلق به دیزنی یا پیکسار نیست. البته جانی دپ قبلا هم توی انیمیشن کورپس براید در کنار هلنا بونام کارتر عملکرد چشمگیری داشت که حیف بود ازش اسمی نبریم. کرانچی کریمی کوکی کندی کپکیک. رابین ویلیامز فقید توی انیمیشن علایدین یکی دیگه از برجسته ترین صدا پیشگی های تاریخ سینماست که بدون شک بسیاری از ما خاطره زیادی با اون داریم. رابین ویلیامز صدا پیشگی شخصیت جینی رو بر عهده داشت و عملکردش به قدری خوب بود که روی بازی ویل اسمیت توی نقش جینی توی فیلم علایدین هم تأثیر زیادی گذاشت. جرمی آیرنز توی انیمیشن The Lion King یکی دیگه از صدا پیشگی های فوق‌العاده و فراموش نشدنی سینما رو انجام داد. آیرن صدا پیشگی شخصیت شرور اسکار رو به عهده داشت و یه کاری کرد که اسکار به شخصیت بسیار شرور و ترسناک تبدیل بشه که تماشاگر ازش متنفر بشه، که خب توی نسخه لایو اکشن شیرشاه هم بیشتر تونستیم ببینیم که چقدر کار آیرن توی انیمیشن اون موقع بی‌نظیر بوده. I know that your powers of retention are as wet as a warthog's backside. میریم گزارش رو ببینیم از مادری که هر 150 تا بچهش کار دستش دادن. با تو هستیم ابرو قشنگ. ممنونم کیتی، ما اینجا در صحنه جرم هستیم. از مادری که به خاطر اینکه هر 150 تا بچهش طرفدار زومجی هستن قش کرده، چون هر 150 تا بچهش ازش PS5 میخواستن و این بند خدا افتاده. اه 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 اه
در مورد انیمیشن شرک صحبت میکنیم خیلی سریع یاد دو تا شخصیت شرک و دانکی و بعدش هم گربه چکمه پوش میافتیم. مایک مایرز یه جورایی نقش مهمی توی خلق شخصیت شرک داشت و اون باید یه قول سبز رنگ زشت و بین مخاطبای کم سن و سال، البته تا بزرگ سال، محبوب میکرد که این مأموریتش رو به خوبی انجام داد. البته شرک این روزا بیشتر یه میم محبوب توی شبکه‌های اجتماعی شده، ولی بخشی از موفقیت شخصیت شرک به خاطر شخصیت دانکی هم هست. ادی مورفی توی نقش دانکی حتی توی اون زمان خودش هم تونست محبوبیت زیادی کسب کنه و حتی به شخصیت محبوب تری تبدیل بشه. شخصیت دانکی در واقع بهترین دوست شرکه و سازندگان نیاز داشتن که شخصیتی رو خلق کنن که بتونه به رقیب خود شرک هم تبدیل بشه، که ادی مورفی تونست از پس این کار به خوبی بر بیاد. ولی این وسط توی قسمت دوم شاهد ورود گربه چکم پوش با صدا پیشگی آنتونیو باندراس هم هستیم که نه تنها خیلی سری شخصیت محبوبی شد، بلکه به رقیبی بزرگ برای شرک و دانکی هم تبدیل شد. محبوبیتش تا جایی پیش رفت که باعث ساخت انیمیشن پوسین بوت هم شد و ما منتظر قسمت دومشیم. Holy free holies. They do exist. Very well. If it is to be a dance fight, then I will choose the night dance fight you to the death. شاید بیشتر صدا پیشه های این فهرست افرادی باشن که توی آثار سینمایی کار کردن، ولی از دنیای تلویزیون و صدا پیشه هاش هم نباید غافل شد. مارک همیل یا همون لوک اسکای واکر خودمون توی دنیای جنگ ستارگان صدا پیشگی جوکر رو توی سریال بتمن دی انیمیتد سیریز بر عهده داشت. عملکرد مارک همیل به حدی بود که اون عملاً تونست با نحوه حرف زدن و خندیدنش روی تمام پروژه‌های بعدی که کاراکتر جوکر چه توی انیمیشن یا چه توی لایو اکشنش حضور داشتن تأثیر مستقیمی داشته باشه و با اجازه طرفدارای واکین فینیکس و هیت لجر فقید خیلی اعتقاد دارن که همیر بهترین جوکر تاریخه. همین محبوبیت هم باعث شد تا اون رو توی سگانه بازی بتمن آرکام هم ببینیم. You fell for the old sick joker guy. ویل آرنت که اونو بیشتر برای بازی توی سریال کمدی Arrested Development میشناسیم، هم تونسته با صدا پیشگی شخصیت بوجک توی سریال بوجک هورسمن یکی از بهترین اجراهای تاریخ تلویزیون رو ارائه کنه. آرنت تونسته یه اسب انسان نما که بازیگر سابق سیتکام هست رو توی این سریال انیمیشنی نتفلیکس به تصویر بکشه و بدون شک اگه عملکرد آرنت نبود، شاید انیمیشن بوجک هورسمن مثل امروز محبوب و پرطرفدار نبود. البته آرنت برای صدا پیشگی بتمن توی انیمیشن The Lego Batman Movie هم شناخته میشه، ولی اجراش خیلی تفاوتی با بوجک هورسمن نداره. Gonna have to go double secret vigilante mode. It's very fun to take an iconic character like that. جالبه بدونید که اسکارلت جوهانسون هم سابقه درخشانی توی زمینه صدا پیشگی داره. فقط هدیه تهرانی. اون اخیراً صدا پیشگی شخصیت اش رو توی هر دو تا قسمت انیمیشن سینگ بر عهده داشته که شاهد عملکرد خوبی از اون توی این نقش هستیم. همچنین جوهانسون توی انیمیشن آی لوف داگز به کارگردانی وس اندرسون هم نقش داشته، هرچند که شاید کسی متوجه این موضوع نشده باشه، ولی من متوجه شدم. از همه اینا که بگذریم، میرسیم به رابرت دنیرو توی انیمیشن شارک تیل که شاید کمتر کسی انتظار این موضوع رو داشت. حتی اینم جالبه بدونین که توی انیمیشن شارک تیل مارتین اسکورسیزی کارگردان برجسته سینما هم حضور داشته که صدا پیشگی یه ماهی بادکنکی رو بر عهده داشت. آخه مارتین اسکورسیزی؟ ماهی بادکنکی؟ و در آخر شاید بد نباشه به کریس پرات اشاره کنیم که بعد از محبوبیتش توی سریال پارکس اند ریکریشن صدا پیشگی شخصیت امت رو توی انیمیشن د لگو مووی انجام داد. شاید این روزا کریس پرات برای بازی توی نقش پیتر کوئل توی دنیای سینمایی مارول یا آون گریدی توی دنیای جوراسیک شناخته بشه، ولی اجرای پرات توی انیمیشن فیلم لگو یکی از کارهای به یاد موندنی هست که پرات تاثیر زیادی توی خلق دنیای انیمیشنی لگو داشت. کریس پرات مدتی پیش هم توی انیمیشن آنوارد حضور داشت و عملکرد موفقی هم داشت. حالا هم صدا پیشگی ماریو توی انیمیشن ماریو و گارفیلد توی انیمیشن گارفیلد رو هم بر عهده گرفته که یکم این موضوع حواشی زیادی براش ایجاد کرده. Halt!
doth my brother dare touch my figurines in the midst of an active campaign? Oh, come on! ممنونم که ویدیو ما رو تماشا کردیم. نظر شما در مورد این لیست چیه؟ آیا ما کسی از قلم انداختیم؟ درسته. شما ولی تو کامنت ها به همون بگید. یادتون نره که اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایکش کنید و برای دوستاتونم بفرستید و در آخر کانال ما رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم بزنید تا از ویدیوهای جدید ما آگاه بشید. خدا نگهدار.